آیا میدونستید جمهوری اسلامی ایران بزرگترین عامل انتشار انجیل در ایران بوده؟ با ما باشید. دکتر ساسان توسلی در قسمت مسیحیت امروز بیشتر توضیح خواهند داد. سلام دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و با یک سری برنامه‌های جدید خدمت شما بینندگان عزیز دارم میام. این امکان فراهم شده که من بتونم از دفتر خودم براتون هر هفته برنامه‌های جدیدی رو ارائه بدم و با همکاری با دوستان عزیزم در برنامه پژواک به بنده هم چند دقیقه داده شده هر هفته که توی پژواک این برنامه‌ها رو من ارائه بدم. اسم این قسمت برنامه‌ها هست مسیحیت امروز. این اسمی که من مدت‌ها دنبالش بودم که زیر یک همچین اسمی من بتونم یک برنامه‌هایی رو در تلویزیون مسیحی ایرانی ارائه بدم. حالا چرا مسیحیت امروز؟ هدف از این برنامه‌ها چی هستش؟ هدف و رویای من توی این برنامه اینه که تو این چند دقیقه محدودی که هر هفته با شما عزیزان دارم بتونم یک دید وسیع‌تری رو از دنیای مسیحی به بینندگان ایرانی ارائه بدم. نه فقط مسیحیتی که در آمریکا یا در اروپا در جریان هست، بلکه ابعاد مختلف جامعه‌های مسیحی و کلیساها در آسیا، در آفریقا، در آمریکای جنوبی. میخوام که یه دید بازتری نسبت به کلیسا در تمامی دنیا داشته باشیم. میخوام که بحث‌های مهم الهیاتی که در مسیحیت امروز مطرح هست، متفکرین مهم، کتاب‌های مهم، تغییر و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که کلیسا باش درگیر هست، مباحثی که در کلیساها داره روش بحث میشه، اخبار و اتفاقات مهم که در دنیای مسیحی داره اتفاق میفته، میخوام این نوع گزارش‌ها رو توی این چند دقیقه با شما عزیزان ارائه بکنم که یه دید وسیع‌تر، یک دید جامع‌تر، یک دید کلی‌تر از ابعاد مختلف جامعه مسیحی در سراسر دنیا بتونیم به بینندگان عزیز ایرانی معرفی بکنیم. برای این سری برنامه‌ها بنده دارم از مجله‌های مختلف جامعه مسیحی استفاده می‌کنم و چند تا مجله مختلف رو بنده دارم سفارش می‌دم هر ماه و از اون مقالات اون مجله‌ها یا کتاب‌هایی که تو این مجله‌ها معرفی میشه یا اتفاقات مهم، متفکرین مهم، بحث‌های خیلی مهم که توی جامعه هست، من از این مجله‌ها به عنوان منبع خودم برای این برنامه‌ها استفاده می‌کنم. بعضی از این مجله‌ها از دید محافظه‌کارانه مسیحیت اخبار رو گزارش میدن، تجزیه تحلیل میکنن. بعضی از این مجله‌ها هم از دیدهای به قول معروف لیبرال‌تر یا حتی چپگراتر از نظر سیاسی اجتماعی مسائل رو تجزیه تحلیل میکنن. پس میخوام که از یک طیف خیلی وسیع منابع مسیحی استفاده بکنم و جریانات فکری، تغییر و تحولات فرهنگی، مسائل اجتماعی و بحث‌های الهیاتی دنیای امروز رو به بینندگان ایرانی معرفی بکنیم. این پس رویای من هست برای این برنامه‌هایی که گفتم اسمشو داریم میذاریم مسیحیت امروز و میخوام که سطح آگاهی بینندگان ایرانی از دنیای مسیحی بالا بره. حالا توی این برنامه اول بنده که به خدمت شما عزیزان داره ارائه میشه میخوام از مجله استفاده بکنم که اصلا الهام منم برای این برنامه ها از اسم همین مجله هست. اسم مجله هست Christianity Today، مسیحیت امروز. این شماره که بنده دستمه شماره تابستون این مجله بودش، مال جولای و آگست، و شماره جدید ماه سپتامبرش هم تازه در اومده، رسید به دفتر بنده دیروز. از مجله های دیگه هم استفاده خواهم کرد ولی توی این اولین برنامه میخوام که از نشریه تابستونی کریستیانیتی تودی که البته عکس جلدش هم درباره مسئله تئوری تکامل و دیدگاه مسیحی دانشمندان مسیحی بیولوژیست به تئوری تکامل داروین هست، این تیتر مجله هست، ولی خب مقالات خیلی مختلفی تو هر شماره این مجله معرفی میشه به خوانندگان، ولی برای من ایرانی و توی این برنامه‌های کانال محبت و برنامه پژواک واسه من باعث افتخاره که توی این مجله بسیار بسیار مهم در جامعه مسیحی پروتستان آمریکا به خصوص شماره تابستون این مجله مقاله چند صفحه‌ای داشت درباره اینکه چطوری ایرانیانی که مهاجرت کردن به آلمان یا پناهنده شدن در کشور آلمان یا اونجا دانشجو هستن، چطوری ایرانی‌هایی که تو آلمان هستن دارن به عیسی مسیح ایمان میارن و قلبشون رو دارن به مسیح میدن و چقدر کلیساهای لوتری در آلمان شرقی، آلمان شرقی که یه زمانی خودش زیر حکومت کمونیستی با فرهنگ بی خدایی و الحاد کاملا یکی شده بود و هنوزم خیلی ها در آلمان شرقی اصلا به وجود خدا ایمان و اعتقاد ندارن، تو یک همچین جامعه ای
حالا ایرانی های پناهنده یا مهاجر که از زمینه اسلام به آلمان اومدن دارن به مسیح ایمان میارن. و تیتر مقالش هم خیلی جالبه، تیتر مقاله این شماره تابستونی Christianity Today، تیتر مقالش هم هست The Other Iranian Revolution، اون انقلاب دیگه ایرانی که داره اتفاق میفته، درباره انقلاب روحانی جامعه مهاجر ایرانی در آلمان. یه مقاله چند صفحه‌ای هست، یه عکس خیلی قشنگی هم داره از کلیسایی که دارن ایرانی‌ها توی اون کلیسا تعمید میگیرن. و مقالش این هستش که چقدر به خاطر اینکه تغییر و تحولات ایران و اون عکس العملی که ایرانی‌ها دارن به اسلامی که توی ایران باش روبرو شدن دارن، به خاطر اون عکس العملا، به خاطر اون زخمایی که از زمینه اسلامی توی زندگیشون وارد شده، حالا که اومدن آلمان خیلی دارن جذب کلیساهای لوتری در آلمان میشن. و مصاحبه میکنه این مقاله، نویسنده‌های مقاله، با چند تا از کشیشای آلمانی در آلمان شرقی در برلین که سالیانه ده ها ایرانی رو دارن تعمید میدن و چقدر حتی بعضی از کلیساهای آلمانی، کلیسای کوچیک آلمانی، حتی یک سوم تا نصف جمعیتشون ایرانی‌های مسلمان‌زاده هستش که حالا به عیسی مسیح ایمان آوردن. پس برای من خیلی جالب بود که توی یک مجله مهم Christianity Today واسه اولین بار یک مقاله خیلی مفصل نوشته شده درباره اینکه چقدر ایمان به عیسی مسیح در جامعه ایرانی داره رشد میکنه و یک انقلاب روحانی داره بین ایرانی ها اتفاق میفته. و جمله آخر این مقالم اینه که از یک کشیش لوتری آلمانی نقل قول میکنه، میگه که خیلی عجیبه که آیت الله خمینی خودش منبع بزرگترین بشارت انجیل شد در جامعه ایرانی. یعنی حتی خدا استفاده کرد از انقلاب ایران که دل خیلی از ایرانی ها لمس بشه برای انجیل عیسی مسیح. و چقدر کشیشای لوتری آلمانی خودشون در تعجبن که چطوری ایرانی ها دارن به مسیح ایمان میارن. پس یکی از منابع مهم خبری مسیحی در آمریکا واسه اولین بار یک خبری داره پخش میکنه که چقدر دل جامعه ایرانی بازه به انجیل. و برای من ایرانی که در آمریکا هستم خیلی ذوق‌زده شدم که این اخباری که ما ایرانی ها ازش آگاهی داریم داره توی جامعه جهانی مسیحیت این خبر پخش میشه که دنیای ایران قلبش بازه برای عیسی مسیح. وقت من توی این هفته تموم شده، با یک خبر دیگه و یک موضوع دیگه در جلسه بعد برنامه بعدی با شما عزیزان خواهم بود. تا هفته آینده، خدا نگهدار.